Nargis Mohammadi, a veteran anti-death penalty activist and assistant director of Iran's Defenders of Human Rights Center, has spent 5.5 years in prison on charges including founding the Step-by-Step Against the Death Penalty campaign, or LEGAM. Out of prison since October 2020, she has faced multiple new charges and detentions for her continued activism. در رابطه با اینکه برای توقف اعدام در ایران مجامع بین المللی چه فعالیتی رو میتونن داشته باشن، من باید بگم که ابتدا باید حتما مد نظر داشته باشیم که هر فعالیتی که معطوف به افزایش آگاهی در جامعه ایران بشه، این در واقع تضمین کننده نتیجه فعالیت‌های ماست. یعنی اگر به نتیجه هم رسیدیم، این اگر با آگاهی مردم، با آگاهی جامعه همراه بشه یا با فشار افکار عمومی در ایران تو امان ما رو به نتیجه برسونه، این نتیجه نتیجه پایداریه. بنابراین ما روی رشد افکار عمومی در ایران خیلی تمرکز داریم. اینکه رسانه‌ها در رابطه با اعدام صحبت بکنن، در رابطه با اینکه آسیب‌های اجتماعی ناشی از اعدام چی هست، آسیب‌های خانوادگی ناشی از اعدام چی هست و حتی آسیب‌های فردی. من سعی کردم توی کلیپی که فرستاده بودم به طور عینی در مورد زندگی این افراد صحبت بکنم، بچه‌هاشون، پدر و مادرهاشون، خانواده‌هاشون و آسیب‌های شدیدی که می‌بینن. و ما اگر این رو بتونیم روایت بکنیم برای مردم، قطعاً تأثیر خواهد گذاشت. اما مسئله مهمتر از اون به نظر من برای اینکه اصلا این اتفاق بیفته، یعنی ما قادر بشیم که به این پرونده ها دسترسی پیدا بکنیم، با این زنان و مردان در آستانه اعدام یا خانواده های اعدام شده ارتباط برقرار بکنیم، فعالیت بکنیم، به هر صورت ما نیاز به نهادهای مدنی داریم. من یادم وقتی کانون مدافعان حقوق بشر در تهران دفتر داشت، ما کارهای مربوط به اعدام رو هم همونجا انجام میدادیم. من یادمه که ما یک مجموعه رو برای تحت عنوان اعدام بس کودکان رو انداختیم که فقط روی اعدام کودکان کار میکرد. یا اگر مسائل مربوط به اعدام به کانون مدافعان حقوق بشر گزارش میشد، ما سعی میکردیم که اون رو توی اخبار منعکس بکنیم. وکلایی داشتیم که اگر مربوط به شهرستان ها بود سعی کردیم شهرستان ها وکیل پیدا کنیم، اگر مربوط به تهران بود سعی کردیم از وکلای تهران استفاده بکنیم و به هر صورت میتونستیم حتی وارد اون چرخه حقوقی و قضایی هم بشیم. حداقلش این بود که اگر نمیتونیم اعدام رو متوقف بکنیم، ولی با آگاهی از پرونده و آوردن اون به افکار عمومی میتونستیم به روشن شدن افکار عمومی کمک بکنیم. بنابراین میخوام نتیجه بگیرم اینکه ما میبایستی که علاوه بر اینکه یک رویکرد نظارتی رو داریم تقویت میکنیم که مجامع بین‌المللی گزارش تهیه میکنن، خبر تهیه میکنن، نهادهاشون روی اعدام متمرکز میشن، در مجامع حقوق بشری، در مجامع بین‌المللی با کشور ایران وارد گفتگو و مذاکره میشن و سعی میکنن یک فشاری هم از اون سو علاوه بر افکار عمومی و نهادهای مدنی حقوق بشری در داخل به ایران وارد بشه تا بتونن اعدام رو متوقف بکنن، ما به یک رویکرد تضمینی هم نیاز داریم. یعنی اون رویکرد نظارتی در کنار رویکرد تضمینی میتونه ما رو در توقف اعدام کمک بکنه. رویکرد تضمینی یعنی همون که بخش اول توضیح دادم، یعنی اینکه ما نهادهای مدنی قدرتمندی در داخل داشته باشیم که اونها بتونن توی سطح جامعه، در اقشار مختلف جامعه وارد بشن، فعالیت بکنن و تأثیر بذارن. و اگر ما به جایی برسیم که در واقع جامعه ما از آسیب‌های ناشی از اعدام، حتی اون چیزی که در ایران قصاص نامیده میشه، یعنی اگر یک فردی رو میکشه، در قوانین ما به گونه‌ای هست که حق اعدام برای خانواده مقتول مفروض هست و بنابراین چون مفروضه، اگر حتی قرار بشه که دیه بگیرن، این دیه ها الان سر به فلک گذاشته و ما رو وارد یک بازی خیلی پیچیده‌ای در جامعه کرده که این رقم ها روز به روز در حال افزایش هست و از قبل این در واقع خانواده های بیشماری آسیب می‌بینن. من یکی از موارد رو در زندان زنجان شاهد بودم، پسری که
مرتکب قتل شده بود، خانواده مقتول آنچنان مبلغ هنگفتی خواستند که خانواده قاتل تمام سرمایه خودشون رو که روستایی بودن، زمین بود، خونه بود، حتی برادراش، حتی خواهراش، پدرش، مادرش، هر چی که داشتن رو فروختن تا بتونن اون دیه رو در واقع تأمین بکنن. و این مسئله باعث شد که حداقل 8 الی 9 خانواده به طور کامل ویران شدن، یعنی بنیه‌های اقتصادیشون به زیر صفر رسید. بنابراین من میخوام بگم که ما میبایستی که بتونیم در جامعه نفوذ داشته باشیم، فعالیت بکنیم، در لایه‌های مختلف وارد بشیم، وکیل براشون بذاریم، توی دادگاه‌ها شرکت بکنیم، و برای این قطعاً ما نیاز به یک نهاد مدنی داریم. من میخوام نتیجه بگیرم که اگر تمام نهادهای درگیر مسئله اعدام در ایران، علاوه بر اینکه برای رشد افکار عمومی، برای اطلاع رسانی، برای گزارش دهی منسجم که البته همه اینها مثمر ثمر هست، در کنارش یک موضوع دیگه رو هم در دستور کار بذارن، و اون این هست که دولت ایران تحت فشار قرار بگیره برای اینکه نهادهای مدنی حقوق بشری و مخالف با اعدام رو به رسمیت بشناسه و اجازه فعالیت بده. من فکر میکنم که گام بسیار مهمی رو در ائتلاف نهادهای مدنی و داخلی و بین المللی ما میتونیم برداریم که گام مؤثری خواهد بود. خیلی سپاسگزارم از شما.